مثل شما تقریبا دو سال پیش دلم میخواست موفق بشم. الان اعتقاد دارم که موفقیت یک علمه، یعنی شاید اگر من یک سال دنبال موفقیت نبودم قبل از اینکه کارمو شروع بکنم نمیتونستم موفق باشم. موفقیت یک علم فرمول داره، رازهاییه که الان استاد دارن مطرح میکنن و این رازها رو هر کسی که بگیره و به اون راز برسه به موفقیت دست پیدا میکنه. مرسی مرسی آقای بختیاری. من صراحتا سوال کنم، شما از قبل از شروع موفقیت بگو با بحرانی روبرو شدی؟ قبل از اینکه اصلا آیسمک خلق بشه، میدونید که ما متاسفانه در کشورمون هنوز این وسعت دل رو پیدا نکردیم. وقتی با یک برندی روبرو میشیم، با یک کارآفرین روبرو میشیم، با عشق از اون حرف بزنیم. عمریه داریم در مورد ریکراک، در مورد مکدونالد تبلیغ میکنیم و میگیم فروشگاه زنجیره مکدونالد یک همبرگر خلق کرد، اینجوری کرد، اونجوری کرد. عمریه داریم در مورد شرکت‌های مختلف دنیا میگیم، غافلیم که مؤسسه زنجیره آیسمک که به نظر من یک نام ملی امروز، یک نام جهانی امروز، تونسته به مراتب سریعتر از اون حرکت کنه. به این نقطه میرسیم که چگونه وقتی مقایسه میکنیم میبینیم 1:100، یعنی پیشرفت بختیاری عزیز ما نسبت به پیشرفت آقای کراگ یا پیشرفت کل سیستم مکدونالدز بسیار بسیار سریعتر اتفاق افتاده. اما قبل از اینکه به خود برند شما برسیم، میخوام بگم که آیا توی این مدتی که قبل از 2 سال چه کارایی کردی، چه کارایی نکردی، چه بیزنسی داشتی، توضیح بده برای مردم. اگر از فامیلای من یا دوروریای من بپرسین، برگردیم به 2 سال پیش، شاید وقتی که میرفتیم پیش همشون همیشه میگفتن این همش شکست میخوره و حرفایی که میزدن میگفتن این دیوانه است. من همینجا بگم که افرادی اگه فکر میکنن تو زندگیشون شکست خوردن، به نظر من کسانی موفق میشن که در طول زندگیشون شکستهای متعدد داشته باشن. یعنی شکستهایی که تا حالا داشتی تو زندگیتون، اینا همه شکست‌های طلایی خواهد بود براتون. در آینده می‌فهمید که این شکست‌ها چه تجربه‌ای به شما داده و تو کارهای بعدیتون می‌تونید ازش موفقیت کسب کنید. بله. من به جایی رسیدم که وقتی فراری شده بودم از در خونه اومدم بیرون، نگو که مثلا طلبکارا اومده بودن اونجا رو شناسایی کرده بودن، منتظر بودن که منو بگیرن. دیگه از این صحنه دیگه بحرانی تر من فکر نمی‌کنم برای کسی پیش بیاد. شما از یه جا مهمون باشی، از در خونه بیای بیرون، یه چند قدمی که بری برگردی ببینی مثلا 20 نفر دارن از پشت ماشین و پشت درخت و اینا دارن میان بیرون شما رو بگیرن. اون لحظه من پا به فرار گذاشتم. باورتون نمیشه، موقعی که من داشتم فرار میکردم همون لحظه هم داشتم به آرزوام فکر میکردم. بزن دستو براش، خیلی زیبا بودی. فکر کنید یه آدمی 50 تا بدهکار دنبال شهر طلبکار میدونه، تو همه این رو میدید داره آیسمک رو میبینه. یا آیسمک ها رو، حالا ما از آیسمک ندارم، بله خیلی به آرزوهام، به آرزوهام، به تخیلاتم، به چیزایی که همین الان تخیلاتی دارم که شاید یک سال دیگه باز بهش میرسم. فرق آدم های موفق و آدم های ناموفق به نظر من اینه که آدم های موفق آدم هایی هستن که رویا پردازن، تخیل میکنن. شاید ما از به بچه همون بگیم اینقدر رویایی فکر نکن، ولی واقعا این تخیل انسان هاست که بعدن بهش میرسن. خب دیگه دار اینجا توضیح بدن. خب بگو عزیزم چی شد؟ حالا این داستان کار گذشته من که خیلی طولانیه، اینجا نمیتونیم، وقت نداریم. ولی دوست داریم یه سمینار در این باب، ولی به هر حال یک شکست خیلی بحرانی بود. یعنی من تو اون شکست داشتم تخیل آیسپک رو میکردم. تجربه بود. تجربه. اسم شکست گذشته من بهش میگم شکست طلایی. اسم شکست طلایی میذارید تو دوستان تو تکنولوژی موفقیت. مرسی بچه ها. کلمه‌ای ما به نام شکست در جهان نداریم. هر چیزی از نتیجه کار گاهی اوقات به دل ما نمیشینه. بله ادامه بدید. خلاصه بعد از این بحران، من داخل این بحران، یعنی میخوام بگم هیچ تجربه تلخی، به قول یعنی شکست نگیم، بگیم تجربه تلخی آفرین، شما رو نمیتونه باز بداره از هدفتون. آفرین. من هدفم این بود که موفق باشم و باید هر نهی که میشنیدم، هر کسی که از من دل میبرید، این برای من انگیزه بیشتر میشد. یعنی وقت دوست داشتم نه بشنوم، دوست داشتم میگفتم، مثلا به عموم میگفتم به این بگه آره نه نمیشه، میدونستم این انگیزه میشه که یه روزی بهش ثابت بکنم.
و شروع کردم. ما در سرزمینی زندگی میکنیم که به نظر من خیلی پتانسیل داره، چون الان همه تشنه نوآوری‌اند. یعنی اگر من شاید توی کشور دیگه باز این ایده آیس پک رو میزدم به این سرعت رشد نمیکردم. پس برخلاف اون چیزی که همه میگن، ما توی سرزمینی هستیم که اینجا واقعا چون رقیبامون نیستن، اون قولای بزرگ، اون رقیبا هنوز نیومدن تو ایران، ما میتونیم خیلی سریع رشد بکنیم. خیلی ساده ما اومدیم بستنی فروشیمون رو به نوعی دیگر در واقع درستش کردیم. یعنی شما اگر هر بستنی که میخوردید تا به حال سفت بود دیگه، با قاشق میخوردید. بله. بستنی های ما رو با نی میخورید. همین تغییرهای کوچیک. یه تکنیک بریم سو بسفن. خلاقیت یعنی ثروت آفرینی. لوله قناری داده به خورد ما فعلا. یعنی دست دوم که نبوده اینا که قرار، نه نو بوده بابا، آلمانیه. خب بعدش چی شد گلسه من بختیاری جان؟ به هر حال ما اولین شعبمونو همین نوآوری ها رو توش کردیم و افتتاح کردیم. وقتی افتتاح کردیم دقیقا بین دو تا رقیب ما رفتیم این شعبه نیاورون رو زدیم که یه بستنی چمن بود و این بستنی کاخ. اینا مشتری خیلی زیادی داشتن. ما نگاه میکردیم خجالت میکشیدیم، چون هر کی پیاده میشد میرفت سراغ این دوتا، هیچکی سراغ ما نمیومد. مال این دوتا صف میشد، صفاشو میومد جلو مغازه ما، اصلا ما رو کسی نمیدید. اون لحظه من به این فکر افتادم که بیام بازاریابی بکنم. همون تو مغازه شروع کردم بازاریابی، حالا چیزهای مختلف. مثلا بستنی ها رو آماده میکردیم، هر ماشینی که پارک میکرد یه دونه مجانی میبردیم میدادیم تو ماشین اینا قبل از اینکه پیاده بشن. این یه دونه رو که میگرفتن بعد میگفتن این چیه، میومدن پایین میومدن تو مغازه ما میگفتن آقا این چی بود به ما دادی. یعنی ما یه دونه اشانتیون که اون لحظه مجانی میدادیم، اونا دیگه تست میکردن میومدن سراغ ما. یا یکی از کارهایی که کردیم این بود که دیدیم تو منطقه ما هیچکی سیگار رو نخی نمیفروشه، همه پاکتی میفروشن. کسی هم که میان بستنی بخورن همه دوست دارن بعدش یه نخ سیگار اون سیگاری ها کوفت بکشن. دورت جون ببخشید. سیگار نخی رو ما آوردیم. یعنی فقط اون لحظه اون تکنیک ما بود برای بازاریابی. یعنی یکی نخ سیگار رو بهشون میدادید؟ نه، تو منطقه پیچید. هر کی سیگار میخواست نخی بخره، مثلا به خود بستنی فروش بغلیه میگفت آقا سیگار نخی داره، میگفت نه بغلیه داره. حواسش نبود که داره مشتری رو میفرسته تو مغازه ما. مشتری که میومد یه سیگار نخی رو بگیره